تو این قسمت میخوام یک مثالی رو بزنم که برای نزدیک شدن به ذهن و واقعیت اون راحت تر باشیم بیایید ذهن انسان و نظام فکری انسان رو به شکل یک پادگان در نظر بگیریم و تک تک باورهای اون رو بخش های مختلف پادگان و سوژه های درون ذهن اون رو مثل افراد یا سرباز های نگهبان هر بخش این پادگان در نظر بگیرید که لباس نظامی اونها به رنگ مثلا آبی هست حتما میدونید که تو پادگان های نظامی نظم خاصی حاکمه و همه سرباز ها طبق مقررات خاصی تو کنار همدیگه با یه هدف مشترک قرار هم، کنار همدیگه قرار گرفتن دارن فعالیت میکنن, کار میکنن. خب حالا بیاید فرض کنید که یک سرباز خارجی با لباس فرم متفاوت قصد ورود به این سات پادگان رو داره یکی از بخش این پادگان رو داره چه اتفاقی میفته طبیعیه که بلا فاصله شناسایی میشه و همه سربازهای پادگان به حالت آماده باش در میان و در برابر ورود این سرباز خارجی مقاومت میکنن حالت آماده باش به خودشون میگیرن عزیز من دوست من دقیقا همین اتفاق میفته تو ذهن انسان ها این دقیقا اون وضعیتیه که برای شما در برابر مخاطب شما داره اتفاق میفته بذارید یه خورده بهتر بیشتر توضیح بدم ببینید شما قصد دارید مخاطب خودتون رو متقاعد کنید و نظر اون رو در مورد موضوع خاصی تغییر بدید پس در نتیجه دلایل و استدلال هایی برای اون میارید که در حقیقت همون سوژه هایی هستن که وارد ذهن اون میکنید این سوژه ها در حقیقت همون سرباز های مخالفی هستن که شما وارد این پادگان کردید وارد ذهنش کردید با هدف اینکه سیستم فکری یا پادگان ذهن اون رو تغییر بدید ولی از این موضوع غافل هستید که تعداد سربازهای شما خیلی کمه از سربازهایی که داخل پادگان ذهنی اون شخص قرار دارند و از طرف دیگه به دلیل متفاوت بودن لباس سربازها لباس سربازهای شما به راحتی شناسایی میشن و در همون ابتدا جلوی ورود اونها گرفته میشه با اونها برخورد میشه اونها رو قبول نمیکنن پس میزنن اما برای اینکه این سربازهای شما به دام نیفتن چرا حلی وجود داره برای حل این مشکل دو تا مرحله رو باید به این نحوی طی کنید تا موفق بشید اول اینه که باید دقیقا بدونید که قصد ورود به کدام بخش از این پادگان رو دارید همونطوری که گفتم قرار شما باورهای این فرد رو به صورت بخش های مختلف پادگان در نظر بگیرید پس حالا باید دقیقا بفهمید بدونید کدوم باور تو این فرد باعث شده که حرف شما رو قبول نکنه و متقاعد نشه این باور وقتی این باور را شناسایی کردین دقیقا میدونید به کدام بخش پادگان ذهن و همون باور اون ورود پیدا کنید این خیلی مهم هست بعد در مرحله بعدی باید سربازهای نفوذی یا همون سوژه های ساخته شده توسط خودتون رو توسط شما انجام شده رو به صورت حالا نامحسوس شریکی وارد پادگان ذهن مخاطب کنید تا نگهبان های ذهن فرد نتونن سوژه های شما رو شناسایی کنن و به عنوان دشمن نفوزون رو به خود معروف تلقی کنن و گیر بیارن شما باید لباس نگهبان پادگان رو بر تن سربازهای نفوذی خودتون کنید تا شناخته نشن چون اگر شناسایی بشن این پادگان در حالت تدافعی قرار میگیره و وقتی در حالت تدافعی قرار بگیره دو تا هورمون تدافعی با مثل همون عرض کردم خدمت شما آدرنالین و کورتیزول شروع به ترشح میکنن و نوع پردازش مغز توی این فرد تغییر میکنه حتی به نحوی که در برابر هر نظر مخالفی فرق نمیکنه مقاومت میکنه از خودش به حساب تحرک نشون میده اما خب حالا این اتفاق افتاد باید چیکار کنیم که توی این شرایط قرار نگیریم تو بخش بعدی براتون توضیح میدم